تاجیکستان رژیم نرخ اینترنت را افزایش داده نتوانست. در شهر مسکو برای تشریف رحمان نمایش اعتراضی برگزار گردید. روسیه مهاجران مهنتی را مجبور میکنند مبلغی به دیپورتاسیا صرف شده را پرداخت نمایند. اینترنت امروز امام علی رحمان پس از انعکاسی وسیعی که با دو برابر افزایش یافتن نرخ اینترنت وابسته بود، قرار بلند برداشتن اینترنت را بکار نمود. در این خصوص سنه 23 اپریل خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور اطلاع داد. یادرس میکنیم که کمی پیشتر ریاست ضد انحصاری تاجیکستان با قرار رقم 31 از 4 مارس سال 2019 اپراتوران علاقه موبیلی را مجبور ساخته بود که نرخ 1 مگابایت ترافیک اینترنت را بدون حساب اکسیزی و انداز نکم از 5 درهم نرخ گذاری نمایند. از 18 اپریل شروع کرده نرخ 1 گیگابایت اینترنت در اپراتوران علاقه موبیلی دو برابر افزایش یافته 62 سومانی تقریبا 6 دلار را تشکیل نموده بود. نشان دادی تکنیکی را ما با 20 گیگا آورده رساندیم و خود شما شاهد بودید که در چوربینیای سیاسی که جاینشینی رئیس خدمات علاقه الهام عطایف کوشش نمود خود را غمخوار نمایش دهد و موضوع زیرین را چنین شرح داد. با افزایش نرخ اینترنت مردم آن را ماهرانه استفاده خواهد برد. کمتر بازی کرده بصیرت خود را نگاه داشته سلامتیشان را سالم نگاه می‌دارند. в которых интернет стоит очень дорого. مشاهدان قید میکنند که با سبب شماره زیادی اهالی کشور که در کمبیزاعتی عمر بسر میبرند و مبلغ آخرینش را به علاقه با نزدیکانش و به دسترسی معلومات صرف میکنند، بیانات مذکور احتمال است همچون تمسخری یا اینکه تحقیر قبول بگردد. جالبی دقت است که در سگمنت تاجیکی سامانه های اجتماعی روزهای آخر ناراضگی های زیاد را دیده می شد. یعنی به همه معلوم شد که با چنین اسلوب ناعیارانه حکومت حالت مردم را دیده و دانسته. سببگاری چنین حالت خود حکومت می باشد، کوشش دارند به مردم دسترسی معلومات را محدود بسازند. با این امید دارند که حرارت فعال شوی دینی و سیاسی اهالی را خاموش بکنند. بیز اینترنت ها نبوید امیان را باته. غیر از این سبب خشمگینی زیادی مردم در آن است که شرکت های کلانی علاقه موبیلی که پس از افزایش یافتن نرخ خدمت رسانی علاقه موبیلی باید بهره بردار و درآمد زیاد در نظر داشته شده بود، عیناً به آیله رحمان و صاحب کارانی با این آیله وابسته است متعلق می باشد. در نتیجه غضبناکی مردم با سرعت بلند بالا رفت، حتی تا جایی رسید که در بعضی شهرهای کشور فعالان شهروندی پیدا شده علیه افزایش نرخ اینترنت از مردم امضا جمع آوری نمودند. سنه 24 اپریل پس از یک هفته سپری شده افزایش نرخ اینترنت، امام علی رحمان قرار افزایش نرخ اینترنت را بکار کرده رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان سعدی قادرزاده را نمایشکارانه از وظیفه برکنار نمود. تحلیلگران قید میکنند که همین طور پرزیدنت زیاد از 25 سال در سر قدرت بوده چنین نشان داد که گویا افزایش دادن نرخ اینترنت از ابتدا بدون موافق کنی با آن گذرانیده شده است و کار مذکور تشبسی یک شخص میباشد. پس از آن رئیس جمهور آگاه شده است و به حادثه دخالت کرده مردم را از بی‌اعتنایی منصبدار بی‌رحم حمایت نموده است. حمایتگری حقوق مشهوری شهر مسکو و رهبری تشکیلات حمایت حقوق یاردم بهرام همرایف سنه 17 اپریل سال جاری در نزد دیوارهای کرمل پیکت تنهایی بنابر علامت اعتراضی برای تشریف رحمان به روسیه برگزار نمود. حمایتگری حقوق در دست پلاکت با نوشتجات رحمان محکوم شدگان سیاسی را آزاد بکن داشت. خبرنگار خبرها با حمایتگر به تماس برآمد و حمایتگر آید اقدام خود چنین شرح داد. در نوبت اول برای برآمدن به پیکت مرا مناسبت کنونی رژیم تاجیکستان با سروری امام علی رحمان نسبت دیگر اندیشی سیاسی و دینی وادار ساخت.
طی 3-4 سال اخیر رژیم تعقیبکار در کشور بر ضد دیگر اندیشی مبارزه را شدتناک گردانید. اکثریت قربانی های پرونده های بافته شده دینداران و نمایندگان دینی مستقل گردیدند. شماره ساکنانی که در زندان های رژیم با سبب دینداری قرار دارند یک چند مراتبه افزایش می‌یابد و تا حال زیاد شده استاده است. حالت های موجودند که خدمات های مخصوص روسیه و تاجیکستان زود زود نمایندگان دین و فعالان حرکت های مخالفین را ربوده استادند. از شعاری در پلاکت نوشته شده ایان است که من طلب دارم. محبوسان سیاسی را که سالهای دراز در زندان های تاجیکستان در شرایط غیر انسانی نگاه داشته می شوند آزاد کرده شوند. یاد راست میکنیم که بهرام همرایف یکی از شخصانی کمچین در روسیه میباشد که هم حقوقی مهاجران مهنتی و هم حقوقی گریزه های سیاسی از کشورهای آسیای میانه را حمایت میکند. کمی پیشتر سنه 13 دکبر سال 2018 همرایف برای حمایه مسلمانان اویغور در نزد سفارت جمهوری مردمی چین در شهر مسکو پیکتی تنهایی برگزار نموده بود. Подъезжает исламский терроризм, убивает уйгур. Получил разрешение на проживание. Вазорати корхой дохли Русия лойхай конуниро коркард намудаски минбад муафиқи конуни мазгур муҳоҷирони меҳнатиро маҷбур мекунанд. Хараҷотҳои барои депортация аз Федерацияи Русия шударо бар ӯҳдаи онҳо ва мегузорад. Матни санад дар портали федералӣ оиди актҳои нормативӣ ва ҳуқуқӣ ҷойгир шудааст. Дар ин хусус нашрияи Росбал дар сомонаи худ навиштааст. Айни замон барои муҳоҷирони меҳнатӣ, ки аз ҳисоби давлати Русия депортатсия шуданд, агар онҳо маблағи сарфшударо ҷуброн накунанд, барои иловатан ба қаламрави Русия ворид шудан наметавонанд. вале дар нақшаи нави санад гуфта шудааст, ки ҷуброн кардани маблағи сарфшуда حتمی می باشد. هرچند سال از سال قانونگذاری مهاجرتی روسیه پرزور شود هم متخصصان روسی تکرار به تکرار قید می کنند که بدون مهاجران مهنتی از آسیای میانه روسیه را تنزل اقتصادی از نارسایی قوه کاری انتظار است. در مقاله آیا مهاجران را در روسیه دیگرگونی های نیک انتظار است؟ که سنه 17 اپریل سال 2019 نشر گردید است، گفته می شود که مهنت مهاجران از کشورهای خیلی کم بضاعت نظر به روسیه با معاش پست حد اقل و بیکاری عموی برای بیزنس روسیه خیلی مفید می باشد. با این مهاجران مهنتی که نه آنقدر سواد بلند دارند، جایهای کاری روسیه را پر می کنند که با جایهای کاری مذکور روسها داوطلب نیستند. ولی مهاجران باشد با مزد ناارزنده و بدون رعایت قانونگذاری مهنتی از طرف کاردهنده راضی شده کار میکنند. حتی با اضافه کاری ها اذن در وقت بیماری و تعطیل و غیره به آنها پرداخت کرده نمی شود. گفته می شود در مقاله.